24مین روز آذر ماه برابر با 15 دسامبر سال 1325 خورشیدی برابر با 1946 میلادی، تأسیس سازمان پناهندگان بین المللی توسط سازمان ملل متحد، کمک به پناهندگان در سطح بین المللی برای اولین بار در سال 1921 میلادی آغاز شد و با آغاز جنگ جهانی دوم اولین تشکیلات بین المللی برای پناهندگان و آوارگان در 9 نوامبر 1943 میلادی تأسیس شد. اهداف این مؤسسه نگهداری و مددیاری و در نهایت بازگرداندن اتباع دولت‌های عضو سازمان ملل متحد بود که در نتیجه جنگ آواره شده بودند. اما تعدادی از این آوارگان یا به علت از دست دادن پیوندهایشان با کشور اصلی خیش و یا به علت تغییر اوضاع سیاسی کشورشان مایل به بازگشت به وطن نبودند. این مردم و پناهندگان دوران جنگ و قبل از آن که هنوز اسکان داده نشده بودند، هسته اصلی مسئله پناهندگان اروپا را در دوره بعد از جنگ جهانی دوم تشکیل می دادند که بیش از 1,600,000 نفر تخمین زده می شدند. از این رو پس از پایان جنگ جهانی دوم، سازمان بین المللی پناهندگان موسوم به آیرو به وجود آمد و اساسنامه آن به تصویب مجمع سازمان ملل متحد رسید. پس از آن کمیسیون تدارکاتی آیرو تأسیس شد و وظایف و فعالیت‌های خود را آغاز کرد. 3 سال پس از تصویب اساسنامه آیرو، مجمع عمومی سازمان ملل نام آن را به کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد یا UNHCR تغییر داد. سال 1342 خورشیدی برابر با 1963 میلادی، درگذشت شیخ محمود شلتوت، رئیس مسجد الازهر و مفتی بزرگ مصر که در 14 سالگی در مرکز دینی علمی اسکندریه به تحصیل پرداخت و در 18 سالگی گواهینامه تحصیلی دانشگاهی گرفت، وی سپس در اسکندریه به سمت مدرس دینی برگزیده شد و به قسمت عالی دانشگاه الازهر منتقل گردید. شیخ شلتوت علاوه بر ریاست الازهر و تدریس مباحث متفاوت، کتاب‌های متعددی به رشته تحریر درآورد. سال 1345 خورشیدی برابر با 1966 میلادی، درگذشت والت الیس دیزنی، تاجر، نجیب‌زاده، کاریکاتوریست، پویانما، تهیه کننده، کارگردان، فیلمنامه‌نویس، کارآفرین و صداپیشه آمریکایی و مؤسس بزرگترین کمپانی انیمیشن جهان. او نخستین شخصیت کارتونی خود را با نام میکی ماوس در سن 27 سالگی خلق کرد. والت دیزنی نابغه مشهور و محبوب عموم مردم جهان، با خلق شخصیت‌های کارتونی توانست در طی مدت عمر خود خاطرات زیبایی را برای کودکان و نوجوانان جهان به ارمغان بیاورد. آثار او که عمدتاً کاراکتریستیک و نوعاً بدون صدای شخصیت خلق شده اند، به نوعی گویش و زبان جهانی را برای مخاطب تداعی می کنند. کمتر کسی را در نسل‌های مختلف می توان یافت که بیننده آثار والت دیزنی و کمپانی فیلم سازیش یا مصرف کننده اجناس و اسباب بازی‌های فروشگاه‌های دیزنی نبوده باشد. او مؤسس بزرگترین کمپانی تولید انیمیشن در جهان بود.